سلام و خوش آمدید به برنامه خبری امشب. ناصر مدنی هستم. و من شهلا عبداللهی هستم. ابتدا سرخط خبرها. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مناطق تحت کنترل نظام اسد در سوریه. طوفان در تهران، غافلگیری مسئولان. سازمان هواشناسی استان تهران میگوید سرعت باد قابل پیش بینی نبود. محمد رضا با هنر، 80% سوالات نمایندگان از دولت با مذاکره حل می شود. انتخابات ریاست جمهوری در سوریه امروز برگزار شد. انتخاباتی که انتظار می رود بشار اسد پیروز آن اعلام شود. این انتخابات پس از 3 سال آغاز بحران در این کشور و تنها در مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی برگزار می شود. حوزه های رای گیری ساعت 7 صبح به وقت محلی درهای خود را گشودند. تلویزیون دولتی سوریه صحنه هایی را نشان می دهد که مردم برای ریختن رای خود در صندوق به صف ایستادند. بشار اسد در این انتخابات با 2 نامزد دیگر رقابت می کند، اما به نظر نمی رسد این 2 رقیبی جدی برای او باشند. البته پس از چند دهه این نخستین انتخابات ریاست جمهوری در سوریه است که بیش از 1 نامزد دارد. اپوزیسیون سوریه این انتخابات را تحریم کرده. حملات مخالفان هم در روزهای گذشته شدت گرفته. تلویزیون دولتی سوریه لحظه رأی دادن بشار اسد به همراه همسرش را در یکی از حوزه‌های رأی‌گیری در محله المالکی دمشق به صورت زنده پخش کرد. ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه نیز پس از ریختن رأی خود به صندوق گفت که از امروز مرحله بازگشت امنیت، بازسازی و آشتی در سوریه آغاز می‌شود. او افزود سوری‌ها امروز اراده آزاد خود را در انتخابات دموکراتیک و شفاف به ثبت می‌رسانند و شخصی را که می‌خواهند آنها را رهبری کند انتخاب می‌کنند. گزارش‌ها حاکی از آن است که در مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی پوسترهای بشار اسد همه جا را پوشانده. همچنین سرودهایی در تمجید از خاندان اسد و رهبری سوریه پخش می شود. در حالی که رسانه‌های وابسته به دولت سوریه اقبال مردم به صندوق‌های رأی را چشمگیر توصیف می‌کنند، رسانه‌های وابسته به اپوزیسیون از حضور کمرنگ مردم پای صندوق‌های رأی سخن می‌گویند. دفتر اطلاع رسانی دمشق وابسته به اپوزیسیون اعلام کرده که برخی از حوزه‌های رأی‌گیری تقریباً خالی بود. همچنین جنگنده‌های ارتش سوریه حملات خود را به مناطق تحت کنترل مخالفان شدت بخشیدند. بیش از 15 میلیون سوریه واجد شرایط رأی دادن هستند، اما از زمان آغاز بحران بیش از 6 میلیون از شهروندان این کشور آواره شدند. آندرس فو راسموسن دبیر کل ناتو امروز در جلسه وزرای دفاع عضو این پیمان انتخابات سوریه را نمایشی خنده‌آور توصیف کرد که فاقد معیارهای شفافیت و آزادی است. پیش از این سازمان ملل متحد نیز برگزاری انتخابات در سوریه را مانعی برای دستیابی به راه حل بحران این کشور توصیف کرده بود. بشار اسد امروز انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کرد. کسی که زمانی تا آستانه شکست و واگذاری قدرت هم پیش رفت. اما چه اتفاقی افتاد که سوریه به اینجا رسید؟ این سوالی است که پیشتر پاسخ آن را از فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل جویا شدیم. برگزاری انتخابات در سوریه بدین مفهوم نیست که بحران سوریه و جنگ داخلی در این کشور به پایان رسیده. حتی در صورتی که نتیجه انتخابات به ترتیبی باشه و ناظران احتمالی بین‌المللی تایید کنند که انتخابات سالم بوده و تقلب زیادی در اون صورت نگرفته، باز هم نمیشه گفت که بحران سوریه به اتمام رسیده و از اون به بعد دولت سوریه با صلح و آرامش میتونه کشور رو اداره بکنه. در واقع اتفاقی که افتاده اینه که اون توازن صفر اینجا داره کار میکنه. یعنی دولت سوریه نتوانست مخالفان رو کاملا سرکوب کنه، مخالفان دولت اسد هم نتونستن دولت اسد رو سرنگون کنن. یک فضای صفر یا یک فضای خالی ایجاد شد که در این فضای خالی دولت سوریه و در واقع بشار اسد داره انتخابات رو برگزار میکنه. اما برگزاری انتخابات بدین مفهوم نیست که همه چیز تموم شده. این بحران میتونه از اول شروع بشه و دوباره صحنه های درگیری باشه. قطعا به مفهوم آرامش در سوریه نخواهد بود. قطعا به مفهوم این نیست که نیروهای اپوزیسیون با وجود اینکه ضربات زیادی خوردن، با وجود اینکه از مناطق زیادی عقب نشینی کردن، نتیجه انتخابات هر چی که باشه بدین مفهوم نیست که در واقع اون اپوزیسیون از بین رفته و اون مقاومت و درخواست ها به اتمام رسیده. من فکر میکنم بحران سوریه حتی بعد از انتخابات با هر نتیجه ای ادامه پیدا خواهد کرد.
خانم روستایی میگوید برگزاری انتخابات به معنای تمام شدن بحران و مشکلات سوریه نیست. از او همچنین پرسیدیم نتیجه انتخابات میتواند چه تأثیری بر نگاه بین المللی به سوریه و همچنین وضعیت داخلی این کشور داشته باشد. آیا این نتیجه چیزی را تغییر خواهد داد؟ من فکر میکنم که بخش مهمی از بحران سوریه منوط و مشروط به اینه که معادلات سیاسی در اطراف مرزهای سوریه در منطقه خلیج فارس و به عبارتی در رابطه ایران و غرب و رابطه عربستان و غرب چطوری پیش میره. من فکر میکنم اون موازنه تقریبا صفری که در سوریه به وجود اومد به دلیل مقاومتی بود که ایران به خرج داد و به دلیل این بود که در واقع کل جهان غرب هم نسبت به آینده سوریه دچار تردید شدن، نسبت به عملکرد اون اپوزیسیون و اون اسلامگراهای فوق العاده افراطی سلفی و شاخه های فرعی القاعده و اینکه ممکنه اینها قدرت در دست بگیرن بسیار نگران شدن و از آینده ای که اسد نباشه و جریانی در سوریه به قدرت برسه که بسیار بدتر از بشار اسد باشه، این آینده رو همه ازش ترسیدن و در واقع آینده هولناکیه. در نتیجه فکر میکنم که هنوز باید صبر کرد، هنوز باید صبر کرد و نتیجه رو دید. و این به نظر میرسه که اون تیم بشار اسد، خانواده اقتصادی سیاسی و امنیتی بشار اسد، اینها فضای آزادی رو ایجاد کنند تا اپوزیسیونی، مخالفانی و به عبارتی یک لایه‌های خاکستری وارد سیستم حکومتی بشن. این خیلی بعیده، اما در هر حال این به اندازه صفر در صفر هم به اندازه خیلی کم هم میشه احتمال داد که شاید یه تغییر تحولات کمی در این مجموعه ایجاد بشه. من فکر میکنم هنوز باید صبر کرد. شاید هم به عبارت این مذاکرات که ایران با غرب داره 5+1 داره و به عبارتی نتیجه مذاکرات ایران بر سر فعالیت های هسته ای، رابطه ایران عربستان سعودی، آینده روابط ایران با آمریکا، آینده تنش بین روابط عربستان سعودی و آمریکا، همه اینها عواملیه که در کنار نتایج انتخابات سوریه آینده این کشور رو تعیین میکنه. من فکر میکنم باید به این توجه داشته باشیم که یک بحران سوریه هنوز به پایان نرسیده و این بحران هنوز مشروط و منوط به خیلی تحولاتی که در اطراف این کشور داره اتفاق میفته و باید منتظر نتیجه اون تحولات بود. تحلیل فرزانه روستایی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل را درباره انتخابات ریاست جمهوری سوریه و تأثیرات احتمالی داخلی و بین المللی آن شنیدیم. اخبار کارگری امروز. صبح امروز کارگران پیمانی قطار شهری اهواز در اعتراض به عدم دریافت 5 ماه حقوق معوقه خود در مقابل سایت مرکزی این شرکت تجمع کردند. ۱۵۰ کارگر کارخانه قند کامیاب در شهرستان خمینی شهر اصفهان 3 ماه حقوق و سنوات سال گذشته خود را هنوز دریافت نکردند. بیش از 50 کارگر پیمانی پتروشیمی شازند عراق در اعتراض به شیوه اجرای قانون طرح طبقه بندی مشاغل مقابل ساختمان اداری این واحد تولیدی تجمع کردند. نماینده کیار، کوهرنگ و فارسان در مجلس بیکاری در 4 محال بختیاری به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب بیداد می‌کند. سازمان مدیریت بحران ایران هشدار داد امروز و فردا 21 استان کشور درگیر طوفان خواهند بود. مرتضی اکبرپور، معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران ایران، از بروز طوفان در استان‌های همچون آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، گلستان و مازندران خبر داده و گفته به همین دلیل احتمال جاری شدن سیل وجود دارد. هرچند که یکی از کارشناسان سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرگزاری مهر این پیشبینی را تکذیب کرده، تا این لحظه هم گزارشی مبنی بر بروز طوفان منتشر نشده. طوفان دیروز تهران نه تنها برای پایتخت نشینان که برای مسئولان هم غافلگیر کننده بود. عزیز اقلی، مدیر کل هواشناسی استان تهران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته سرعت باد قابل پیش بینی نبود و مسئولان هم تصور نمی‌کردند شدت وزش باد تا این حد زیاد باشد. احمد مسجد جامعه، رئیس شورای شهر تهران، هم از پرداخت خسارت به آسیب دیدگان گفته و تاکید کرده شهرداری ملزم است به شهروندان آسیب دیده از طریق بیمه حوادث غیر مترقبه خسارت بدهد. جزئیات بیشتر در گزارش محمد حسینی. روز دوشنبه
وقوع طوفانی شدید پایتخت نشینان ایران را شوکه کرد. طوفانی که به گفته کارشناسان سرعتش به بیش از 130 کیلومتر در ساعت می رسید. کشته شدن 5 نفر، زخمی شدن 58 نفر و همچنین خسارت‌های مادی فراوان از عواقب طوفان روز دوشنبه بود. برخی این طوفان را زنگ خطری برای تهرانی‌ها و مسئولان ستاد بحران دانستند، چرا که واکنش ستاد بحران را ضعیف ارزیابی کردند، تا جایی که معصومی آباد دبیر کمیته ایمنی شورای شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر طوفان دیروز را زنگ خطری برای مدیریت بحران پایتخت دانسته. به گفته خانم آباد، مدیریت بحران اعلام کرده طوفان دوشنبه بحران نبوده بلکه یک پدیده تغییر جوی بوده. پرسش اینجاست که چرا در یک پدیده تغییر جوی که تنها 25 دقیقه ادامه داشت 5 تن فوت کرده و 350 حادثه در شهر تهران رخ داده است. امروز احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران گفته است که شهرداری پایتخت ملزم است به شهروندانی که در جریان طوفان کم سابقه روز دوشنبه آسیب دیدند خسارت بدهد. از سوی دیگر احمد صادقی رئیس مدیریت بحران شهر تهران با انتقاد از سازمان هواشناسی کشور گفته که این موارد قابل پیش بینی است و باید هشدار می‌دادند ولی هشدار ندادند. برخی منابع خبری از ایران گزارش دادند که طوفان امروز نیز ادامه خواهد یافت، اما سازمان هواشناسی این موضوع را رد کرده و گفته وقوع طوفانی همچون روز دوشنبه تهران پیش بینی نمی‌شود. همچنین مدیر روابط عمومی فرودگاه مهرآباد از به تأخیر افتادن پروازها گفته. این ماجرا می تواند آزمونی باشد برای میزان آمادگی مدیریت بحرانهای طبیعی به ویژه در ایران که همواره پرونده این نگرانی ها در ذهن مردم باز است. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ایران میگوید 80% سوالات نمایندگان که به هیئت رئیسه ارسال می شود از طریق مذاکره منتفی می شود. او به خبر آنلاین گفته هیئت رئیسه تمام تلاش خود را می کند و تعاملات لازم را با نمایندگان انجام می دهد تا طرح این سوالات منتفی شود. حسین مظفر معاون نظارت مجلس در اسفند ماه سال گذشته گفته بود نمایندگان در طول 3 ماه بیش از 1200 تذکر به دولت دادند. وزرای دولت آقای روحانی از آغاز به کار این دولت همچنین با 5 برابر شدن حجم سوالات نمایندگان روبرو بودند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در مراسم تحلیف عبدالفتاح السیسی نامزد پیروز در انتخابات ریاست جمهوری مصر به این کشور دعوت شد. به نوشته سایت اینترنتی روزنامه الیوم السابع، این دعوت از سوی عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر صورت گرفته است. نامه دعوت از روحانی را خالد اماره رئیس دفتر حافظ منافع مصر در تهران به رئیس دفتر آقای روحانی تسلیم کرده است. قرار است مراسم تحلیف عبدالفتاح السیسی روز شنبه برگزار شود. سیسی که فرمانده سابق ارتش مصر است در رأس حرکتی قرار داشت که محمد مرسی را پس از چند روز تظاهرات صدها هزار نفر از مخالفانش از مقام ریاست جمهوری برکنار کرد. جمهوری اسلامی ایران با روند برکناری مرسی از قدرت اعلام مخالفت کرده است. مرسی از رهبران گروه اخوان المسلمین است و همکنون در زندان به سر می‌برد. آمریکا یک بار دیگر در مورد آمار بالای اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد. جنساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رعایت حقوق بشر از سوی دولت ایران را آزمونی کلیدی برای پیوستن این کشور به جامعه جهانی دانسته. این تازه ترین واکنش آمریکا به اجرای احکام اعدام در ایران اندکی پس از اعدام غلامرضا خسروی سواجانی زندانی سیاسی است. آقای خسروی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران 2 روز پیش به اتهام محاربه در زندان رجای شهر اعدام شد. فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران از دولت ایران خواست عمل به وعده‌های انتخاباتیش را با احترام به آزادی مطبوعات و تمامی روزنامه‌نگاران زندانی نشان دهد. این فدراسیون با صدور بیانیه‌ای از بازداشت 3 روزنامه‌نگار دیگر در ماه‌های اخیر انتقاد کرده. حدود 1 هفته پیش سبا آذرپی، خبرنگار روزنامه اعتماد و مجله تجارت فردا در محل کارش بازداشت شد.
پیش از او هم سراج الدین میردامادی و حسین نوری نژاد که هر دو پس از تغییر دولت به ایران برگشته بودند بازداشت شدند. رئیس این فدراسیون گفته پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی بارها و بارها از دولت او خواسته تا روزنامه نگاران زندانی را آزاد کند و همچنین در انجمن صنفی روزنامه نگاران را به روی آنها باز کند. و حالا سری میزنیم به آن سوی میله های زندان. امید بهروزی از وکلای زندانی دراویش گنابادی در زندان اوین با وجود مشکلات متعدد جسمی از درمان محروم است. رضا شهابی فعال کارگری در اعتراض به انتقال از زندان اوین به زندان رجایی شهر دست به اعتصاب قضا زده است. محمد صادق ربانی املشی زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین به مرخصی آمد. سه شهروند بهایی ساکن مشهد دیروز از سوی نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. تنشی جدید میان آمریکا و اسرائیل، این بار بر سر دولت وحدت ملی فلسطین. وزرای دولت اسرائیل امروز به شدت به تصمیم آمریکا برای تعامل با دولت جدید فلسطین که حماس بخشی از آن است تاختند. یوال شتاینیتز عضو کمیته امنیتی اسرائیل به رادیو ارتش اسرائیل گفت موضع آمریکا را نمی‌فهمد. او ابراز عقیده کرده که دولت تشکیل شده دولت حماس و دولت تروریست هاست. گیلاد ارادان دیگر عضو کابینه اسرائیل نیز موضع آمریکا را رکورد شکنی در ساده اندیشی توصیف کرد. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته بود دولت جدید فلسطین دولتی تکنوکرات است و آمریکا قصد تعامل با آن را دارد. دولت جدید فلسطین که دولت وحدت ملی نام گرفته بر پایه آشتی میان فتح و حماس پس از 7 سال تنش تشکیل شده است. پس از آشتی میان این دو گروه اسرائیل مذاکرات صلح با فلسطینی ها را به حال تعلیق درآورده است. یک مسئول دولتی یمن اعلام کرد در 24 ساعت گذشته دست کم 120 نفر در درگیری های خونبار میان نیروهای دولتی و شورشیان شیعه شمال این کشور موسوم به حوثی ها کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد البکری معاون استاندار عمران گفت جنگنده های ارتش یمن پایگاه های تحت تصرف حوثی ها را در این استان بمباران کردند. به گفته این مقام دولتی دست کم 100 نفر از کشته شدگان از شورشیان حوثی و 20 نفر از سربازان ارتش هستند. با مطرح شدن تبدیل شدن یمن به کشوری فدرال، حوثی ها در تلاش هستند نفوذ خود را در مناطق شمالی این کشور توسعه دهند. وزارت امور خارجه مصر کاردار ترکیه در قاهره را احضار کرد. این اقدام در اعتراض به سخنان امرالله ایشلر معاون نخست وزیر ترکیه صورت گرفت که انتخابات ریاست جمهوری اخیر مصر را کمدی توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط، بدر عبدالعاطی سخنگوی وزارت امور خارجه مصر سخنان معاون نخست وزیر ترکیه را نشان از ناآگاهی و یا تلاش برای تحریف واقعیت از سوی او دانست. هفته گذشته انتخابات ریاست جمهوری مصر برگزار شد و عبدالفتاح السیسی فرمانده سابق ارتش این کشور با کسب بیش از 90% آرا پیروز شد. این نخستین انتخاباتی است که پس از برکناری محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری توسط ارتش برگزار می شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می گوید تهدیدهای مسکو هیچ اهمیتی برای واشنگتن ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اوباما که امروز در کنفرانسی خبری در لهستان سخن میگفت افزود بازسازی اعتماد میان مسکو و واشنگتن پس از مداخله روسیه در اوکراین نیازمند زمان زیادی است. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد در صورت ادامه فعالیت‌های تحریک‌آمیز مسکو در اوکراین، غرب تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال خواهد کرد. این سخنان اوباما در ابتدای سفر اروپاییش مطرح می شود. او می خواهد به چند کشور اروپایی از جمله بلژیک و فرانسه سفر کند تا به آنها نسبت به ادامه حمایت های آمریکا پس از دخالت روسیه در اوکراین اطمینان دهد. و حالا یک جمله یک خبر. عباس آقازمانی از نخستین فرماندهان سپاه پاسداران: مردم اروپا دسته دسته دارند مسلمان می شوند.
کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران: قبله ما ایرانیان ولایت است. محمد علی آسودی، معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه: امروز چشم همه مردم به روحانیت و پاسداران است و به همین دلیل هم سوالات در موضوعات مختلف را از این دو قشر می‌پرسند. خبرگزاری فرانسه نوشته لوران فابیوس، وزیر امور خارجه این کشور، در یک گفتگوی تلویزیونی جریمه یکی از بانک‌های این کشور را از سوی آمریکا نامعقول دانسته است. بانک بی ان پی پاریبا که بزرگترین بانک فرانسوی محسوب می‌شود، متهم به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، سودان و کوبا است و به همین دلیل هم از سوی وزارت خزانه داری آمریکا به پرداخت 10 میلیارد دلار جریمه محکوم شده. این نخستین بار است که وزیر امور خارجه فرانسه به طور علنی درباره این پرونده موضع‌گیری می‌کند. پیش از این گزارش شده بود این بانک فرانسوی تلاش دارد با پرداخت حدود 4 میلیارد دلار این پرونده را حل و فصل کند. روابط عمومی وزارتخانه‌های نفت و صنعت و معدن سخنان وزیر صنعت را مبنی بر جریمه ایران توسط دادگاه لاهه در پرونده کرسنت تکذیب کردند. خبرگزاری فارس امروز به نقل از روابط عمومی وزارت صنعت و معدن نوشته آقای نعمت‌زاده در سخنان خود قصد تأکید بر ضرورت توسعه همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای همسایه را داشته و گفته‌های او تنها آوردن مثالی در این زمینه بوده. محمد رضا نعمت‌زاده روز یکشنبه گفته بود دادگاه لاهه ایران را در پرونده کرسنت 18 میلیارد دلار جریمه کرده. سخنان آقای نعمت‌زاده دیروز هم توسط روابط عمومی وزارت نفت تکذیب شده بود. قرارداد کرسنت به سال 1381 و دوران تصدی بیژن زنگنه بر وزارت نفت برمیگردد. بر اساس این قرارداد ایران متعهد شده بود گاز فراوری نشده گاز فراوری نشده میدان سلمان را برای 25 سال به امارات متحده عربی صادر کند، اما با اوج گرفتن مخالفت‌ها در داخل ایران این قرارداد لغو شد. و حالا نرخ سکه و ارز در بازار امروز تهران. امروز دلار با کاهش 20 ریالی نسبت به روز دوشنبه در بازار تهران 32790 ریال فروخته شد. پوند با 90 ریال کاهش 54810 ریال به فروش رفت و نرخ فروش یورو با 350 ریال افزایش نسبت به روز دوشنبه 45020 ریال بود. سکه بهار آزادی طرح جدید هم با 55000 ریال افزایش نسبت به دوشنبه 9,585,000 ریال در بازار تهران معامله شد. مردان بیش از زنان پس از عملهای جراحی سنگین احساس درد می‌کنند. این موضوع نتیجه تحقیق بر روی بیش از 10,000 بیمار در بیمارستان دانشگاه رور آلمان است. این تحقیق که انجامان بیش از 4 سال به طول انجامید نشان می‌دهد مردان پس از جراحی‌های سنگین همانند جراحی قلب بیش از زنان احساس درد می‌کنند و در مقابل احساس درد شدید در زنان بیشتر پس از جراحی‌های کوچک است. محققان هرچند دلیلی قطعی برای این موضوع پیدا نکردند، اما یکی از افراد این تیم تحقیقاتی می‌گوید به احتمال زیاد علت این موضوع می‌تواند به درک متفاوت درد در دو جنس برگردد. کوین تلز و ببرلی دورس، پسر و دختر 8 و 6 ساله، قهرمانی جهان را در رقص سالسا و در گروه سنی خودشان در سال گذشته میلادی از آن خود کردند. حالا اجرای آنها در شبکه NBC و در الن شو مورد استقبال بسیاری به خصوص در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته. سالسا رقصی دو نفره است که اولین بار در آمریکا اجرا شد، رقصی که به شدت تحت تأثیر رقص آمریکای لاتین است.
حالا اخبار ورزشی امروز. تیم ملی فوتبال ایران دیشب طی مراسمی با حضور مردم و مقامات رسمی ورزش کشور بدرقه شد و بامداد امروز تهران را به مقصد برزیل ترک کرد. تیم ملی قرار است در برزیل به تکمیل روند آماده سازی خود پرداخته و در این راه آخرین بازی تدارکاتی خود را با ترینیداد و توباگو انجام خواهد داد. میریم اونجا بجنگیم و انشالله بتونیم امتیازهای خوبی بگیریم. ما این قول رو میدیم که اونجا هرچی در توانمون هست بذاریم، انشالله که دل هوادارانمون شاد بشه. برزیل میریم از پرچم جمهوری اسلامی از سرود ملیمون دفاع کنیم و انشالله بتونیم بازیهای خوب و کاپیتان خوشبینه. من امیدوارم به این تیم. از مردم چی میخوای؟ دعا کنید انشالله که با دعای خیر مردم بریم از نام ایران دفاع کنیم. میتونیم به مردممون همین قول رو بدیم که بریم اونجا با تمام وجود هر چی تو توانمون هست بذاریم. تلاشمون رو کردیم، تمرین سختی رو گذروندیم واقعا دو ماه. امیدوارم که مثمر ثمر باشه و بتونیم تا اونجایی که تو توانمون هست برای مملکتمون بجنگیم. من به شما قول میدم با تمام وجود خواهیم جنگید و ایشون تشبیه میکنن پوستمون رو درون زمین در برزیل جا خواهیم گذاشت. مثلا اولین بازی رو خیلی خوب بازی بکنن و تا اون آخرین لحظه که بازی ها هستش مبارزه کنن. جا از فرهنگ ما، از هویت ملی و دینی ما بتونن خوب دفاع بکنن. تیم ملی ژاپن در دیداری دوستانه در راه آماده سازی برای جام جهانی برزیل دیشب موفق شد با نتیجه 3-1 کاستاریکا را شکست دهد. ممنون از اینکه با این بخش خبری با ما همراه بودید. شب و روز بر شما خوش.